محمد سلام، سلام علی، خوب هستی؟ صدا میاد؟ بله، صدا داری؟ خوبی؟ فکر کنم یه ذره تاخیر داره. خیلی باعث افتخاره که باز دوباره میتونم باهات صحبت کنم و اینکه این بحثی که الان داشتیم میکردی درباره آمریکا، اینی که میگم من اصلا خیلی ها انتظار دارن یا مثلا فکر میکنن که آمریکا میتونه کمک کنه، یعنی میتونه برای اون آزادیشون، برای دموکراسیشون، برای هر چیزی کمک کنه. من اصلا کلا مخالف 100%ام و فکر میکنم آمریکا هر کسی رئیس جمهور باشه، هر کسی رئیس جمهور باشه، اول مردم خودش براشون مهمه و فکر نمیکنم ایران اونقدی برای اینا مهم باشه که بخواد کاری برای ایران بکنه. الان همین چیزی که تو طالبان الان دیدیم تو افغانستان چه اتفاقی افتاد، با این همه تجهیزات نظامی که گذاشتن و رفتن که خیلی خطرناک هم است برای ما و میدونم که یه روزی شاید از این تجهیزات استفاده بکنه. یه جا دیدم خیلی زیاد بود، یعنی واقعا یه چیز فاجعه بود این تجهیزاتی که اونجا مونده با یه نیروی مثل طالبان که اون سیاست اونجوری دارن کنار ما هم هستن، خیلی خیلی خطرناک است برای ما که فکر میکنم یه روزی ازش استفاده میکنن. نظر تو چیه علیه از این ایران؟ لحاظ برای ما ممکنه بدتر از این بشه، ممکنه بدن یه سری اینا رو جمهوری اسلامی بیاد بخره ازشون که بتونن مهندسی برعکس کنن. میدونی از چیه مهندسی برعکس میشه به فارسی؟ درست گفتم؟ میدونی چیه؟ یعنی از معکوس، از مهندسی معکوس. مهندسی معکوس. یعنی من فکر نکنم که طالبان بخواد بیاد استفاده بکنه علیه جمهوری اسلامی همچین چیزایی رو، مگه زده به سرشون؟ اینا بالاخره بقای خودشون براشون مهمه. برعکس ممکنه اینا رو بیارن بفروشن با الان بخاطر اینکه الان طالبان پول خیلی لازم داره. خب جمهوری اسلامی هم خیلی دوست داره که ببینه این اسلحه ها چجوری کار میکنن، ممکنه با یه قیمتی که طالبان خیلی خوشش بیاد اینا رو بفروشه به جمهوری اسلامی که اینا بیان روی اینا کار کنن. یعنی از اون لحاظ به نظر من برای ما ضررش بیشتره، یعنی اگه جمهوری اسلامی دست پیدا بکنه به این اسلحه ها. درست. البته با این سیاستی که اگر اون سیاستی داشته باشن که کافر رو باید بکشی، الان ما هم جز کافر هاشون هستم، چون شیعه ها فکر میکنم جز کافر حساب بکنن حالا طالبان. حالا نمیدونم، شاید آگاه تر شدن. یعنی نه، اینا بیشترین چیز که براشون مهمه از همه این حرفا بقایشونه. خب یعنی قدرت و بقا. ببین اسلام و اینا یک اسلحه هست. خب اسلام هدف نیست، اسلام اسلحه هست، هدف قدرته. خب اگه اسلام رو بکنی هدفت، میشه داعشی و اینا، یه مدت میایید قدرت بعد از بمیری. خب اسلام گرایانی که بقا پیدا میکنن، یعنی از لحاظ سیاسی زرنگ ترن، باهوش ترن، اونایی هن که اسلام رو میکنن اسلحه شون، ولی از لحاظ سیاسی یعنی انقدر اینا واردن. ببین ما یه مشکلی که داریم، اسلام گرایان رو یه مقدار انقدر احمق حساب میکنیم که دست کمشون میگیریم به عنوان یک دشمن. خب همینجوری هم هست که جمهوری اسلامی رو انقدر دست کم داریم، انقدر حرفای مزخرف علیه اسلام میزنن، خیلیمون اصلا باورمون نمیشه که اینا از لحاظ سیاسی مثلا زرنگن. خب چون باورمون نمیشه اینا رو دست کم میگیریم، الان 40 ساله میگیم برانداز برانداز، هیچ اتفاقی نمیفته. اینا زرنگن. اینا طالبان هم الان از 20 سال پیشش خیلی زرنگتر شده. خب بلده، یه مقدار به نظر میرسه سیاست بلدن. خب اینا حاضرن حتی با شیطان هم کار بکنن اگه شیطان بهشون کمک بکنه که بقا پیدا بکنن. خب با خود شیطان هم حاضرن کار کنن. بگو. آره درست. حالا چیزی هم که امروز من یه چیزی دیدم، آقای مطهری نماینده مجلس بود قبلا، گفت طالبان حتی عقلشون از ما بیشتره که به سفارت آمریکا حمله نکردن. یه چیزی درباره بگم، جمهوری اسلامی هم این کار رو نکرد. جمهوری اسلامی رو یه مش دانشجو بودن که رفتن حمله کردن، بعد این جمهوری اسلامی اومد فکر کرد خب من چجوری میتونم از این الان استفاده کنم. خب یعنی حتی جمهوری اسلامی هم اولش انقدر احمق نبود که بخواد بیاد خودشون دستور حمله بدن، بعد که حمله شد توی محیطی که وجود داشت اومدن محاسبه کنن که ما الان چیکار کنیم با این که این اتفاقی که داره میفته، بعد تصمیم گرفتن که باهاش چیکار بکنن. اینو نظرم چیه؟ اگه اون دانشجو اگه حمله رو نمی کردن، احتمال داشت که جمهوری اسلامی
از اون به دنیا می اومد ممکن بود یه روابط مثلا یه رابطه هایی مثلا با جمهوری با دولت آمریکا هم داشته باشه. خب یعنی اون کاملا همه چی رو کاملا قطع کرد، با نقشم با نقش کشی هم نبود، اون داشتن واکنش نشون میدادن به چیزایی که اتفاق افتاد. درست. یه چیزی الان من دیدم این مجلس جدید انقلابیشون دو تا فراکسیون جدید زده به نام مهدویت، یه فراکسیون هم به نام طب سنتی. بعد این منو به فکر فرو برد که آیا ما الان رأی ندادیم بتر نشد؟ یعنی نتیجه چی میشه؟ الان مثلا من رأی ندادم، خیلی ها رأی ندادن، آخه این مجلس آدم ببینه مثلا این وزیرایی که آقا انتخاب کرده رو ببینه، فکر میکنم حداقل 1% طرف، حالا ما مثلا 20% هم رأی میدادیم، 10% هم اینا کارشون انجام میدن، اصلا براش مهم نبود، یا عدد سازیش میکردن میبرنش 40% میگفتن 40% رأی داده، یا اصلا مهم نبود، خب دادن که نه اصلا هیچ چیز فکر نمیکنم مهم بود براشون. الان این اتفاقایی که میفته من خیلی واقعا فکر میکنم یه روزی بیاد که بگیم چه روزی بود اون روزی که آقای مثلا روحانی بود، یا اون مجلسی که حالا یه دو تا اصلاح طلب توش بود. یه فکر نمی کنم اینا میذاشتن کسی به غیر از رئیسی بیاد. تو فکر میکنی واقعا میذاشتن کسی غیر از رئیسی بیاد؟ یعنی اینا نقششون نکشیده بودن به نظر، به نظر میرسه اینا تصمیمشون قبلا گرفته بودن. نه آخه یعنی شما فکر میکنی دوره که روحانی با رئیسی بود اونا مثلا حکومت دلش میخواست روحانی رای بیاره یا رئیسی؟ من فکر کنم اون موقع روحانی رو میخواستن به خاطر اینکه برای اینکه اون موقع ببین مثلا خامنه ای به نظر من اگه میخواد نزدیک آمریکا بشه یه مقدار، برای اینکه فشارش اومده، خودش که نمیاد بگه بیام نزدیک آمریکا بشه. خب براش این خیلی هزینه داره همچین حرف زدنی رو. دوست داره که یه کسی مثل روحانی بیاد بگه. خب بعد دیگه دید نه این جواب نداد، دوست داره یه کسی مثل رئیسی بیاد. نمیگم قابلیت کامل دارن اینا، ولی ببین یعنی به نظر میرسه که دوست اگه میخوان ملایم تر رفتار بکنن ببینن که آیا مثلا دیپلماسی با کشور دیگه جواب میده یا نه، خودشون که نمیان بگن، یه کسی رو میارن که اگه نشد بگن که خب تقصیر این دولت بود، تقصیر ما نبود. خب یعنی روحانی اینا هزینه شو بده، نه خامنه ای. خب آره، ولی من ببین تو اگه مثلا رای میدادی فکر می‌کنی مثلا چی میشد؟ فکر می‌کنی مثلا بهتر میشد؟ من فکر نمی‌کنم. ببین مشکل اینه که چیزی رو که ما مطمئنیم اینه که، یعنی مطمئن که نباید باشه، ولی چیزی که احتمالش بیشتر هست این هزینه‌ایه که ما باید بدیم با اعتبار بیشتر این جمهوری اسلامی بر اساس تعداد رأیایی که میاره. می‌دونید چه؟ این خودش هزینه داره. الان مثلا به اون کشورهای دیگه، حالا جایی که مثلا میگه اعتبار ما میره زیر سوال، به نظرت براشون مهمه که حالا مثلا چند درصد مردم ایران رأی دادن مثلا سازمان ملل یا حالا هر کشور اروپایی که ما مثلا حالا 30% رأی دادیم یا 40%؟ یا البته اونم که میدونم با عدد، من که الان استفاده عدد... میکنن، من دیدم دارن استفاده میکنن خیلی همش توی مثلا توی بیانیه هاشون توی تحلیل هاشون الان کلی از این که تعداد رأی کمتر شده دارن به این کلی اشاره میکنن، پس داره براشون ببین آرمین حالا اشاره کنن چه فایده برای مردم ایران داره؟ مثلا الان چون ایران یه کسی مثل یه کشوره مثل دوست، حالا بهش میگن دوست، روسیه، چین، نمیدونم، خیلی جاها هست که دارن باشون مراوده میکنن، اونقدر فشار بهشون فکر نمیدونم. آخه فشار رو مردمه، حالا من هر چقدر فشار بیارن بازم فشار بیشتر رو مردم میاد. من همش به این فکر میکنم خب آخه ما تا کی باید این قد شده هستی؟ محمد قد شده ده صدام الان داری؟ الان برگشت بگو. میگم ما تا کی باید ولدینگمون اینقدر تحت تاثیر قرار بگیره، اینقدر بخواد کم باشه که یه روزی بخواد جواب بده، یه روزی بخواد مثلا برای آیندگان چی شد؟ هستی؟ ابو داشت آره هستم، می‌خواستی صحبت کنی من سایز نه نه نمی‌خواستم، فقط داشتم نفس عمیق داشتم که نه من اگه بخوام صحبت کنم صحبت میکنم، تو ادامه بده. من همین براندازی رو که میگفتی آخه بهش که فکر کردم گفتم حالا ما الان 40 سال گذشته، معلومی هم نیست چند سال دیگه همین جوری بگذره و ما تا کی باید هزینه بدیم، تا کی باید فکر براندازی باشیم و این
نشه، یه اتفاق نیفته، چقدر باید جوان کشته بشه که اتفاق بیفته یا نیفته، یا برای نسل بعد یه چیزی اتفاق خوب بیفته. این جواب این ولبینگایی که اینجا رفت پایین، کشته شدن یا صفر شد، کی میخواد بده؟ یعنی آیا اخلاقیه که ما بخوای از ولبینگ خودمون بگذاریم برای ولبینگ آیندگان یا نسلای بعد؟ من بگم آره آره خب ببین، من این صفر و صد نباید حساب بکنی. خب اینا تأثیراتی رو جمهوری، یه فشار رو جمهوری اسلامی میاره. خب شما میتونید بگید فشارش کمه، خب من قبول دارم که فشارش کمه، ولی فشار هست. و ما اگه فشارش کمه به خاطر اینکه ما قدرت دیگه نداریم که بخوایم فشار بیشتر بیاریم، ولی اون فشاری که میتونیم بیاریم بذاریم و باید بذاریم. میدونی لازم چه؟ یعنی شما بعضیا میان میگن که خب حالا مثلا اعتبار جمهوری اسلامی تو جهان اومد پایین‌تر، خب که چی؟ تأثیری نداره که. نه تأثیر داره، تأثیرش اونقدر زیاد نیست که مثلا شما بتونین احساسش بکنید، ولی یه تأثیر داره، یه فشاری روی جمهوری اسلامی میذاره. ببین مشکل ما اینه که خیلی چیزا رو اینجوری قضاوت میکنیم که مثلا میگن آیا حقوق بشر تو ایران رعایت میشه؟ نه. حالا این فشار رو آوردیم، آیا رعایت شده؟ نه نشده. خب پس هیچ تأثیری نذاشت. اصلا اینجوری نیست، اینا یه مقدار قطره قطرهایی که باید رو هم جمع بشه. خب این یه ذره فشاره، معلومه که میدونم فشار، ولی خب شما اگه فشار بیشتر میکنین وارد کنین، از کجا میخواین وارد کنین؟ ما اون همون یه ذره زوری هم که داریم باید بزنیم که بتونیم این فشار رو وارد کنیم. خب شما مثلا تو کشورهای دیگه هم اگه نگاه بکنین، ببین این فشارهای خیلی فکر میکنن که فشارهای کشورهای دیگه، حقوق بشری و مثلا فشارهای کشور اروپایی اینا و بقیه کشورها روی جمهوری اسلامی گذاشتن هیچ تأثیری نذاشته. از کجا میگن هیچ تأثیری نذاشته؟ برای اینکه نگاه میکنن وضعیت حقوق بشر تو ایران، میگن انقدر بده، پس معنیش اینه که هیچ تأثیری نذاشته. در صورتی که این تحلیل خیلی سطحیه. اگه این فشارا نبود خیلی بدتر بود. میدونم برای بعضی‌ها خیلی قابل تصور که از این میتونه بدتر باشه، برای اینکه میان نگاه میکنن میگن انقدر بده، نمیتونه بدتر این باشه. نه خیر، میتونه از اینم بدتر باشه. اگه این فشارها نبود از این به شدت بدتر میشد. شما فکر میکنن اگه همه دنیا هیچ فشاری مثلا رو جمهوری اسلامی نمی آورد به خاطر حقوق بشریش، شما فکر میکنین الان وضعیت حقوق بشری تو ایران دقیقاً به همون شکلی میبود که الانه؟ نه، هزار برابر بدتر میبود. خب برای شما نمیتونین بگین این چیزا تاثیر نداره. داره، درسته که هنوز خیلی بده، ولی از اینم بدتر میبود. خب منم یه چیزی هست، ببین من خودم با اینکه طرفدار براندازی هستم، من خیلی امیدی به براندازی ندارم. امیدوارم مثلا دارم اشتباه میکنم. خب ولی با اینکه امیدی به براندازی ندارم به طور خیلی زیادی، من به نظرم باید برای براندازی تلاش باشه، برای اینکه این حتی احتمال شما از مثلا 2% بتونیم بکنیم به 5%، خب که هر روزم خیلی احتمال کمیه، این احتمال این وجود داشتن رو جمهوری اسلامی فشار میاره. خب یعنی موضوعی نیست که ما نمیگم حالا یه روزی براندازی میشه، ممکنه هیچ وقت نشه. خب ولی ما اگه بتونیم یه فشاری رو جمهوری اسلامی بذاریم که احتمال این از 2% برسه به 5% یا از 5% برسه به 10%، این خطر برای جمهوری اسلامی باعث میشه که ما یه چیزی بالای دست، یه چیزی داشته باشیم که کسایی که مثلا چیزایی که ما میخوایم ما بتونیم مثلا یه جوری تحمیل بکنیم بهش. این اصلاح طلبی نیست ها، چون اصلاح طلبی یعنی تو رو خدا شما رأی میدیم شما بیان اینو برای ما یه ذره بهتر کنیم. نه، این به زور این تحمیل ما اگه بتونیم فشار مثلا فرض کن احتمال براندازی یه روزی برسه به 50%، خب این کار، این ما اون وقت یه چیزی داریم تو دستمون که برای جمهوری اسلامی ترس داشته باشه. خب شما رو اینا رو صفر و صد حساب نکنین که آها پس اگه امیدی نیست پس چه کاری ما باید بکنیم. نه، این باید احتمالش همجوری بره بالا و بالاتر. هرچی احتمالش بره بالاتر قدرت ما بیشتر میشه. خب ممکنم برای نسل ما هیچ وقت به اونجا نرسه که این تأثیر داشته باشه، ولی ما اگه هرچی بتونیم احتمال اینو بیشتر بکنیم، شاید یه اسلحه رو دادیم به اسلحه واقعی. نه ها، من سوال طلبم. خب یه نیروی رو دادیم به نسلهای بعدی که اونا بتونن مثلا ما یه چیزی رو برسیه بذاریم برای نسلهای بعدی که این الان یه قدرت بالاتری داشته باشن که بتونن دولتش حکومتشون رو بهتر بتونن تهدید بکنن. خب نظرت چیه محمد؟ آره موافقم، فقط من میگم باید بیشتر بتونیم آگاهی رو بیشتر بکنیم که الان مثلا اون 30%ی که حالا مثال میزنم، مثلا 30% الان هم نظرن با این حکومت، من فکر میکنم درصد زیادیش رو ناآگاهیه، رو جهله. اگه ما بتونیم این آگاهی رو فقط و فقط فکر میکنم باید این 30% رو بیاریم پایین، که اگر همینجور پایین بیاد تا برسه مثلا زیر 10%، خیلی دیگه راحت‌تر میشه. یعنی خیلی راحت‌تر میشه براندازی کرد.
ببین من هم از کسایی که فقط از بالا میخوان همه چی رو عوض کنن نقد دارم بهشون، هم کسایی که فقط از پایین میخوان، من میگم جفتش لازمه، هم آخه از پایین اون به از بالا. بله اون بفهم. از بالای خب خیلی چیز داره دیگه، یعنی باید جون بدی، باید حالا زندان بکشی، باید خیلی اتفاقای بد توش نه زیادتره. روشای، یعنی نه نه اگر نه نه همین. ببین شما اگه آگاهی سازی مثلا شما اگه توی ببین مثلا یه کسی مثل مسیح علی نژاد، یه کسایی که مثلا مثل بابک میرن تظاهرات جلوی سفارت های ایران تو کشورهای دیگه، خب اینا جون نمیدن خب، ولی اینا فشاری رو که دارن میارن، ببین مثلا یه کسی مثل بابک رو نگاه کن، خب بابک هم میاد تو برنامه های جمهوری بی خدایان داره آگاهی سازی میکنه، داره تلاش میکنه مهمون بیاره و اینا، از پایین به بالا داره آگاهی سازی میکنه، هم میره مثلا برنامه ریزی میکنه که یک تظاهراتی جلوی سفارت ایران توی کشور خودش باشه که یه فشار مثلا توی کشورهای مثلا دیگه مردم اون کشور بدونن که طرفداریشون از دولتشون اگه از جمهوری اسلامی بخواد طرفداری بکنه بیاد پایین تر. میدونی نازم چه؟ یعنی اگه حمایت مردم اون کشور از جمهوری اسلامی بیاد پایین تر، اون وقت سیاست مدارانی رو که از جمهوری اسلامی دفاع میکنن و یه مقدار محبوبیتشون تو کشور میاد پایین تر. این فشار کمی هست برای جمهوری اسلامی، ولی خب فشاره بالاخره، قطره قطره ما باید این رو به هم اضافه کنیم. خب یعنی این هم از پایین به بالا، هم از بالا به پایین، جونی هم برای این نداده، ولی یه مقدار فشار از بالا هم هست. اینا هم کسی که فکر میکنه اینا هیچ تأثیری نداره، شما برین باید من نمیدونم چجوری همچی فکر میکنن. شما فکر میکنه اگه هیچ فشاری، هیچ کسی، اصلا هیچ کشوری، هیچ سیاستمدار کشورهای دیگه یا مردم کشورهای دیگه اصلا هیچ اهمیت، ببین من بعضی هم کسایی رو که فکر میکنن مثلا یه دولت مثل آمریکا یا کشور اروپایی اصلا مردم ایران براشون خیلی اهمیت داره، هم اونا رو نقد میکنم، هم اونایی که فکر میکنن هیچ تأثیری نداره اونا رو هم نقد میکنم. خب اونم صفر و صد نباید فکر کنیم. خب هم کسایی که فکر میکنن ها مثلا دولت آمریکا اصلا دلش سوخته برای مردم ایران، حقوق بشر براشون از همه چی مهمتره و اینا برای همین میان علیه جمهوری اسلامی میشن، اینا خیلی سطحی دارن فکر میکنن، و هم کسایی که فکر میکنن که این سازمان حقوق بشر یا این فعالیت ها تأثیری، هیچ فشاری رو جمهوری اسلامی نمیذاره، اونا هم دارن سطحی فکر میکنن. بین این دوتاست. آره من نمیگم صفر صفر، ولی میگم این قدری که فکر میکنیم نیست، یعنی این قدری که حالا خیلی ها فکر میکنم الان درست بیشتر کم کسایی که الان ضد حکومتن فکر میکنن آمریکا یا سازمان ملل یا کشور دیگه الان سطح اول برنامهشون اینه که آقا حقوق بشر تو ایران چجوری چه کار کنیم که حقوق بشر نه رو، نه بابا اون شاید درجه دهم، درجه بیستم یا درجه صدم شما باشید، که خیلی چیزای دیگه هست که تو صدر یعنی باید انجام بدن و بعدش شما میفتید. یکی اینم من افغانستان رو دیدم دیگه، مثلا افغانستان یه اتفاق افتاد، حالا سازمان ملل خب محکوم میکنه، حالا مثلا ما طالبان رو محکوم میکنه، یعنی چیزی که اتفاق افتاد حالا برای افغانستان، برای مردم افغانستان یه چیز خیلی 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 دردآوریه که اکثر نمیدونم 60-70% نمیدونم درصدش رو دقیق نمیدونم کسایی هستن که اصلا طالبان رو ندیدن، یعنی تو دوره طالبان نبودن، یه درصدی از درصد زیادی از مردم افغانستان زیر 25 سال، حالا آماری که خوندم یادم رفته اینن که اکثر خیلی نمیدونم حالا اکثر، ولی خیلی کسایی که تو کابل بودن وقتی که طالبان اومد توی کابل برای اولین بارشون بود که طالبان دیده بودن، اومده بودن که آره عکس بگیرن. آره خب حالا ببین این توی مثلا یه جایی که حالا یه نسبتی حقوق بشر هست، حقوق زن هست، اینا بودن، بعد حالا یهویی مثلا این همه جوون یهو یه جای یه نیروی یه کسی میاد به عنوان طالبان با اون همه قدرت متحجرانه، یعنی سیاست متحجرانه که دارن و اسلام طلب و خیلی متفاوته، واقعا خیلی دردآوره. بعد حالا کاری که مثلا آمریکا سازمان ملل کرد چیکار کرد؟ محکوم کرد. من خب ولی اینو سازمان میگم ملل، من این نقد رو از سازمان ملل بعضی موقع نقد زیادی میشه از سازمان بین الملل، برای اینکه بعضی میگن سازمان بین الملل چی کار کرد، کاری نکرد. من میگم خب بخواین چی کار بکنه، مگه سازمان ملل آره بکنه منم مرتش همینو میگم آخه مردم ایران، خب همون مردم ایران الان فکر میکنن خب الان چی کار میخوان بکنن، مثلا الان بیان اینجا رو مثلا براندازی کنن. آره همین دیگه، مثلا ارتش آمریکا نتونه طالبان رو عقب نگه داره، شما میخواین سازمان بین الملل برای عقب نگه داره. حالا یه چیزی ارتش. که
آخه یه چیزی که زیاد میگن، میگن پاکستان رو باید تحریم میکردن، که آخه یعنی جایی که قدرت گرفتن طالبان اومدن پاکستان باید میبود، تحریم باید میکردن که نکردن، یعنی حمایت نکردن که این طالبان قدرت نگیره یا نیاد جلو. حالا یه چیزی که دیدم من، یه چیز دیگه، من 1 ساعت 2 ساعت هم باشه دوست دارم باهات صحبت کنم، حالا چون بچه ها شاید زیاد نکته باشن. آره نه وای مجید منتظر نکته آخر آره بگو اینا، که بعد آره اینا بخوام. میگم، من حالا 1-2 سال پیش تا الان، حتی قبل از اینکه طالبان بخواد اینجوری افغانستان رو بگیره، خیلی با افغانیای این جایی که زندگی میکنم صحبت میکردم. خب من خیلی هم دوستشون دارم، خیلی هم بیشتر از ایرانی ها بهشون احترام میذارم، چون واقعا به عنوان نه خیلی چرا؟ نه نه ببین منظورم نشدم ببین ببین مثل کلیگرایی رو من حتی مثبتش هم قبول ندارم. ببین نظرم چیه؟ نه نه جمعگرایی، بخش جمعگرایی رو ببین، من به نظرم هیچ وقت نباید درباره یک مردم، یک کشور یا یک نژاد یا یک حتی یک دین به طور بغیر از چیزی که تعریفش نه هست کلیگویی کنیم. خب نه اه. منفی نه مثبت. خب یعنی من هر موقع یک کسی مثلا تو کشورهای غربی خیلی موقع ها میپرسن، میگن آرمین کجا به دنیا اومدی، من میگم که من ایران به دنیا اومدم. خب بعد میگن ای مردم ایران چقدر خوبن، من خیلی مردم ایران دوست دارم. بعد من همیشه این کلی اعصابم خورد میشه هر موقع این کسی میگه، میگم همشون خوبن یعنی چی خوبن؟ میگه مردم ایران دوست دارم. همشون دوست داری؟ مگه میشه؟ یعنی چجوری همشون خوبن؟ میگم نه بهترن از بعد. یعنی چی؟ یعنی آمار داری اینو میگی؟ از کجا اینو داری میگی؟ یعنی من حتی مثبتم فکر میکنم هیچ وقت کلیگویی نباید بکنیم درباره مردم، نه منفی نه مثبت. هر شخصی رو به طور تک تک، هر شخص رو به طور، من فردگرا هستم، قضاوت هر فرد رو باید به طور جدا از بقیه، جدا از گروهی که بهش تعلق داره انجام بشه. ببین من منظورم رو بد بهت فهموندم، یعنی رفتار من با یه افغانی با یه ایرانی هیچ تفاوتی نداشت، اینو میخواستم بهت بگم. ببین اینجا فرق داره، اینجا خیلی از ایرانی ها با افغانی مثل یه ایرانی اصلا نگاه نمی کنن. خیلی متفاوته، خیلی متفاوته. من میگم رفتار من، اصلا من قائل به مرز نیستم، اصلا نژاد و مرز و اینا برام مهم نیست، همه انسان ها برام یه جور میبینم، اینو میخواستم بگم. من حالا بماند، ما باشون زیاد صحبت میکردم، درباره طالبان صحبت میکردم، با خیلی هاشون از یه منطقه می اومدن که روستاهای اطرافش کامل دست طالبان بود، یا خیلی هاشون هم از طالبان اومده بودن. بعد ازشون پرسیدم که شما موافقی با طالبان؟ 95% جوابی که گرفتم میگفتن آره طالبان شریعت خدا رو داره انجام میده. طالبان، خب بهشون مثلا میگفتم اگر مثلا دزدی کنی دستتو قطع کنن، موافقی با همچی چیزی؟ گفت آره، این کار باعث میشه که دزدی، از اون جایی که طالبان هست کسی دزدی نمیکنه، کسی جرئت نداره دزدی کنه. به خاطر چی؟ به اینو خاطر کجا که شریعت. پرسیدی؟ کجا اینو پرسیدی؟ از افغانیایی که اومدن اینجا، از افغانی هایی که خیلی هاشون پناهنده البته شدن تو شهر ما. البته این آمار آره نیست، آره ولی خب آره آره نه تجربه خودمو دارم میگم، یعنی میگم درسته. حالا یکی دوتا نبود من تو، البته یه چیزی بگم، آمارم نشون میده که این چیز تو افغانستان طرفدار برایش زیاد وجود داره. یعنی فقط بر اساس تجربه شخصی شما نمیگیم، آمارم اینو نشون میده. بفرمایید. آره من میخواستم اینو بگم که خیلی، حالا دلایل زیاده برای اتفاقی که تو افغانستان افتاده، یکی از دلایلش هم همین ناآگاهی مردم نسبت به همین طالبان یا دین اسلام. که اگر چیزی هم بگم، مردم البته افغانستان، طالبان یه مدت محبوبیتشون داشت به شدت میامد پایین، ولی نه به خاطر اینکه مردم افغانستان این چیزها رو نمیخواستن، به خاطر اینکه آمار نشون میداد که هنوز هم قانونهای اسلامی رو میخواستن. ولی طالبان به این دلیل یه مدت البته من دلیلش ممکنه این باشه، چون شما فکر کنید مردم هنوز قوانین اسلامی رو میخواستن، ولی محبوبیت طالبان اومد بود پایین. این احتماله، من نمیدونم آیا این درسته یا نه، ولی احتمالش به این دلیل ممکنه باشه به خاطر اینکه از جنگ خسته شده بودن. خب یعنی دیگه اینقدر، یعنی این همه ناامنی و اینا، دلیل جنگ رو ممکنه به طالبان میدیدن، و به همین دلیل هم الان ممکنه خیلی ها ممکنه طرفدار این باشن که طالبان بیاد تو قدرت، نه به خاطر اینکه، یعنی اون طرفداریشون از قوانین اسلامیشون عوض نشده، اون ممکنه یه ذره کمتر شده باشه، ولی اون هنوز سر جاشه. و الان اگه طالبان بیاد تو قدرت دیگه جنگ تموم میشه، برای همین خیلی از افغانی ها ممکنه از این راضی باشه. آره درست. یه چیز آخر، این نکته آخری بهت بگم، خیلی وقتا میاد کسایی میان از قرآن نمیدونم
چیز علمی بکشن بیرون و معجزه علمی میگن، بعد تو همیشه بگی الان یه کتاب آشپزی هم به من بدی من میتونم ازش چیز بکشم بیرون، هر حرفی که دوست دارم قدرت تخیل بالا باشه یک وقت بهم بدی میتونم همه چیز بکشم بیرون. من میخواستم پیشنهاد بدم یه صفحه از یه کتابی را، حالا یه کتابی که بیشتر میشه این کار انجام بده، خیلی خوبه خیلی خوبه. یعنی همیشه داریم میگی خب این الان من الان یه چیزی از یکی شنیده بودم، حالا نمیدونم شما هم شاید شنیده باشی، میگن مولا نصرالدین رو خرش داشت میرفت، یه بارم رو خرش بود، بعد همینجور داشتن میرفتن یهو مولا نصرالدین بار رو برداشت انداخت رو کول خودش، حالا رو خر بود مولا نصرالدین، گفت چه کار میکنی؟ گفت خرم خستن میخوام خستگی در کنه الان. خب بعد الان از قانون فیزیک حساب بکنی میبینی هر چیزی بره بالاتر وزنش کمتر میشه. این هم یه معجزه دیگه از کتاب مولا نصرالدین، اینو یه جایی من شنیده بودم. یعنی میشه از یه کتاب پیدا میکنم که اصلا هیچ، آره اگه مثلا آره یه صفحهش یه صفحه یعنی یه مطلب دو مطلبش رو اینطوری بری بیاری خیلی به نظر من خیلی قشنگتر میشه جوابشون بدی، بگی بفهمم از این کتاب معجزه. اگه تو میتونی اینجوری معجزه در بیاری ما هم میتونیم اینجوری معجزه در بیاریم. سوس کتاب دکتر سوس رو برم نرد خیلی نمیشستم دکتر سوس کیه گرین اگزن همو شاید شعرهای برای بچه شعرهای برای بچه ها رو شاید بگم که این معجزه بوده. یه چیز ایرانی یکی از یک شاید لالایای برای ایرانی ها برای بچه ها رو شاید این رو پیدا کنم که نشون بدم که این یک معجزه های توی این آره توش قانون فیزیک زیاد میتونی در بیاری. خیلی خوشحال شدم، ممنونم وقت بهم دادی، مرسی. من همیشه چی بود؟ یه توپ دارم قلقلیه. خب آره آره اونم کدو قلقله زن، یه توپ دارم قلقلیه، اینو من میتونم احتمال زیاد داره بتونم وصلش بدم به قوانین کوانتوم این چیزا. یه توپ دارم قلقلیه سرخ و سفید و آبیه، من روی این فکر میکنم. خیلی ممنون، مرسی. مرسی، دوست دارم عزیزم، ان شاء الله همیشه موفق باشی. قربونت، خدا. ممنون، خدا.